اول فیسبوک، بعد توییتر و تلگرام، حالا هم آوار فیلترینگ بر سر اینستاگرام خراب شد. هرچند برای مدتی زمزمه های فیلترینگ اینستاگرام در ایران زیاد شنیده می شد، حالا اما خبرگزاری های داخلی هم از دستور قضایی صادر شده برای فیلتر شدن این نرم افزار پرطرفدار در کشور خبر می دند. به گفته جواد جاوید نیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، چون دولت نتونسته به کمک فیلترینگ هوشمند این فضا رو کنترل کنه، این دستور قضایی صادر شده و نظر اکثریت شورای عالی فضای مجازی هم مبنی بر فیلتر شدن این سرویسه. ما دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهیم بود. اینجا وزیر ماست، به مردم قول میده دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت. امروز و پس از برگزاری نشست هیئت دولت، آذری جهرومی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم به این خبر واکنش نشون داد. اینستاگرام هم فیلتر کردیم. از فردا در کشور چه اتفاقی میخواد رخ بده؟ در زندگی مردم چه اتفاقی رخ میده؟ در حاکمیت کشور چه اتفاقی رخ میده؟ در کاهش جرایم چه اتفاقی رخ میده؟ این صحبت‌ها در حالی زده میشه که اوایل امسال برخی از مقامات جمهوری اسلامی از راه اندازی جایگزین و نسخه وطنی اینستاگرام خبر دادند. سرنوشتی مشابه تلگرام که باعث اعطای وام‌های میلیاردی به راه اندازان پیام‌رسان‌های داخلی شد. با اون که فروش فیلتر شکن‌ها برای دور زدن فیلترینگ برای عده‌ای سرمایه‌های هنگفتی رو برمقام میاره، اما بسیاری از منتقدین بر این باورند تیغ سانسور اینستاگرام بسیاری از کسب و کارهای کوچک رو زمین خواهد زد. اون هم در سال حمایت از کالاهای ایرانی. مهدی پرستاران، اتاق خبر.